مردی بود از فریسیان، نیقودیموس نام، از بزرگان یهود. او شبی نزد عیسی آمد و به او گفت: استاد، می‌دانی تو معلمی هستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچ کس نمی‌تواند آیاتی را که تو به انجام می‌رسانی به عمل آورد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی در پاسخ گفت: آمین آمین به تو میگویم، تا کسی از نو زاده نشود نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان خداوند. یک چهارشنبه دیگه ساعت 10 شب در خدمت شما هستیم به طور زنده. هللویا، خدا رو شکر. در این چهارشنبه میخوایم یک شهادت بسیار زیبا و پر از قدرت خداوند رو بشنویم. این ماه ماه بشارت هست، ماه می ماه بشارت هست. دلهای خودتون رو آماده کنید، دستهای خودتون رو به سمت خداوند دراز کنید، آماده باشید تا پیغام خداوند رو در مسیح خداوند به قلب ها بفرستید. آمین آمین. دوستان همیشگی کلیسای هفت، به منظور یاری رساندن و راهنمایی و کمک بیشتر، خادمین کلیسای هفت در یک مجموعه واحد به نام پشتیبانی هفت به کلی نیازها، سوالات و تقاضاهای شما همراهان و حقجویان در این پیج رسیدگی خواهد کرد. لذا برای هر گونه سوال، کمک، مشاوره و راهنمایی در زمینه‌های مختلف مسیحیت و ایمان مسیحی، تیم پشتیبانی هفت پاسخگوی شما عزیزان می باشد. خب، خدا رو شکر. در کتاب یوحنا خوندیم فصل 3 که شخصی نیقودیموس نام بود و این شخص فریسی بود، ملای یهودی بود که قلبش با خداوند بود و خیلی هم مذهبی بود، کلام خداوند رو هم بلد بود، ولی متوجه شده بود که خداوند عیسی مسیح یه حرفایی رو داره میزنه که بقیه حرف نمیزنن، بقیه بی این حرفا عمل نمیکنن. برای همین خاطر رفت پیش عیسی مسیح و گفتش که این حرفایی که تو داری میزنی چه معنی داره؟ و اونجا مسیح بهش گفت که تو باید از نو متولد بشی تا بفهمی من چی دارم میگم. روح القدس باید بر تو مکشوف بشه. و این شد که نیقودیموس قلب خودش رو به عیسی مسیح خداوند داد. امروز مهمانی داریم که خداوند مثل همون نیقودیموس رفت پیش عیسی مسیح و از خداوند خواست: خدایا، تو خودت رو بر قلب من مکشوف کن، خودت رو به من نشون بده که تو کی هستی. یک شخصی که ملا بوده، یک شخصی که مداح بوده، شخصی که سالهای سال تحقیق میکرده، مینوشته در کلامش برای اون چیزهایی که در مذهب گذشته بهش یاد داده بودن، همونجور که به ما یاد داده بودن، ولی ایشون میره تحقیق میکنه و بهتره که از زبان خودش بشنویم. حالا من نمیخوام کل داستان رو بگم از اون هیجانش نمیخوام کم بشه تا شما عزیزان بشنوید، ببینید خدا چطور میتونه نیقودیموس ها رو بلند کنه، قلب هاشون رو لمس بکنه. امشب تویی که مذهبی هستی، تویی که دور خود دیوار کشیدی و میگی نه، من بهترین مذهب و دین رو دارم و به هیچ عنوان هیچ دین و مذهب و هیچ خدایی دیگه‌ای به غیر از این مذهب و دینی که من دارم پرستش میکنم وجود نداره و مسیحیت یا خدای عیسی مسیح که اینا میگن من قبول ندارم. مگه میشه خداوند انسان بشه بیاد روی زمین؟ خدایی که تمام این قوت و قدرت و کهکشان ها رو میتونه درست بکنه، مگه میتونه بیاد خودش رو به صورت انسان در بیاره؟ مگه میشه خدا بمیره باز دوباره زنده بشه؟ بابا اینا چیه دارن میگن؟ بله، خدا میتونه، همونطور که خدا برای نیقودیموس تونست و تولد تازه از نو متولد شد. سوالاتی که نیقودیموس داشتش خداوند بهش جواب داد و متوجه شد و روح القدس برای او مکشوف کرد. امشب هم خداوند برای این عزیز مکشوف کرده و قلبشو داده به عیسی مسیح. برادر عزیزم دانیال
خیلی خوش آمده هستی در برنامه دست خدا. امیدوارم که خوب و سلامت باشی و بشنویم از شما عزیز خدا که سالهای سال در اون مذهب گذشته بودی و امشب میخوای اعلام بکنی، بگی که چطور خدا تونست وارد قلبت بشه، چطور تونست خداوند زندگی تو رو تغییر بده و عوضت بکنه. یک از بک‌گراند خودت، از خودت بگو، چند وقتی که قلبتو به مسیح دادی و اینها، و بعدش بریم صحبت‌های شما رو بشنویم برای شهادت. بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم به همگی دوستان و حتی اینجوری بگم دشمنان. البته ما با کسی دشمنی نداریم، اونا از دیدگاه قدیمی خودم که دیدگاه شیعه بود، خب ما طبق دیدگاه شیعه همونجوری که توی قرآن میدونیم اشداء و علل کفار رحماء بینهم، ما طبق دیدگاه شیعیان حرف اینه که تنها بین کسایی رحیم هستیم، با کسایی خوب هستیم که از ما هستن و شیعه هستن. خیلی درست دقت کنم هم شیعه، چون واقعیتش اینه، و کسایی که خوب نیستن رو باهاشون شدید رفتار میکنیم. اما خداوند رو شکر میکنم که دیگه این چنین نیستم، همه رو دوست دارم، همونجوری که خداوند روی زمین جسد پوشید و به خاطر ما روی صلیب رفت که الان همه با هم دیگه باشیم. منم همه رو دوست دارم، همیشه واسه شون دعا هستم، در دعا هستم. اسمم دانیال هست، در مسیح، در خداوند عیسی، به اسم اصلیه که خانواده من برای من گذاشتن طبق افتخاری که خودشون میکردن، چون در مشهد به دنیا اومدم توی بیمارستان، بیمارستان جواد علمه اسمم گذاشتن جواد، محمد جواد. اما خداوند رو بی نهایت سپاس گذارم که از بندگی خداوند آزاد شدم و الان فرزند خداوند هستم و نامم در خداوندم عیسی مسیح دانیال هست. متولد 4364 هستم، فروردین 8 فروردین 1364 در مشهد. خانواده فوق رادیکال مذهبی، تا این حد که ما حتی اجازه اینی که صدای تلویزیون، اون رینگ تلویزیون، موسیقی تلویزیون هم باز بشه رو نداشتیم، گناه بود. تا این حدش که پدر بنده یک روز وقتی داشت نماز میخوند و ما داشتیم فیلم نگاه میکردیم، با اون فیلم یهو ما بین فیلم ها میدیم یک دینگی مینگی میاد، این موزیکی میاد، اون باز بود و پدر خب طبق باور خودش نمازش باطل میشه و میاد اون تلویزیون قدیمی ها بود، شیشه یا لامپیا، برمیداره جلوی خونه ما، یک خرابه بود، خونه نساخته و قشنگ با افتخار پرت میکنه، میزنه اون صدای بمبش، هیچ موقع یادم نمیره اون تلویزیون میشکنه. خب خوشحال که به هر حال دیگه خدا رو شکر میکنه که این منبع شیطانی از خونهش حذف میشه. از سوم ابتدایی پدر به من گفتش که برو درس، برو چیز کن، برو مداح بشو. سوم ابتدایی من در مشهد، اولین چیزی هم که یادمه، شاید من بگم مداح بشم خیلی باورشون نشه، ولی یک حقیقتا سورپرایز دارم که در بعد از خلاص هم نگفتم، خواهم به همون سر که خود مدهی بکنم. بویم ز امام صادق این طرف حدیث، شیعه او بلوه دل بنگارد، فرمود که بر شفاعت ما نرسد، هر کس که نماز را سبک بشمارد. این اولین شعر ربایی بود که من سوم ابتدای 9 سالگی سر کلاس آموزش مداحی با مسخره و تمسخری که تمسخر شدم از طریق اون استادم یاد گرفتم و باور من این بود. حالا شاید فقط یک شعر ببینید اینجا، ولی باور من این بود که اگر من نماز خودم رو صبح، ظهر، شب، مغرب، عشا سر وقت نخونم، به شفاعت آقا امام صادق و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هم نمیرسم. اوکی؟ و باورم این بود که دنیایی که خداوند خلق کرده در وصف حضرت فاطمه زهرا که بهش سوره در وصفش نازل شده به نام کوثر، اگه حضرت فاطمه زهرا نمی بود علی هم خلق نمی شد و ملاک و معیار ولایت آقا امیرالمومنین بود. یعنی ما کلن تمام افراد رو غیر از شیعه ها
فرقه ناجیه نمیدونستیم و باورمون هست در ایران هم به همین شکله که در روز قیامت تمام کسانی، حتی ادیسون، حتی کسایی که خدمت کردن، اصلا مهم نیست، اینا همه جهنم میرن و فقط به فقط انی که اون لحظه ولایت آقا امیرالمومنین بهشون ابلاغ میشه، اگه ایشون قبول کرد کرد، اگر نه بفهمین جهنم. خب اینها گذشت و من طبیعتا از بچگی پامنبری بودم و هر هفته جمعه دعای ندبه میرفتیم. پدرم مداح بود، عمو مداح بود، خودم میخوندم، با اون سن کوچیکم میخوندیم تا اینکه بزرگ شدیم درس رو خوندیم، ذهنم خیلی عالی بود. سر کلاس ابتدایی، سر کلاس دروس راهنمایی، هیچ موقع من درس دو مرتبه نمیخوندم، سر کلاس یه مرتبه مربی هر چی میگفت تو ذهنم ثبت میشد. همیشه معدل من بین 15 تا از یعنی از 15 به بالا بود و همیشه مربی آموزشی مشاورمون تو ایام راهنمایی به پدرم گفتن اینو ول کنیم بزنین درس رو کنیم، چون پدر وضعیت مالیش اینجوری بود که من رو میبرد سر کار. میگم بیاسته با ابتدای پدر گفت دیگه من خرجت نمیدم، خودت باید کار، حالا کار میکرد. سوم راهنمایی من که تموم شد، منی که پامنبری بودم، منی که مداح بودم، منی که هر محرم بلا استثناء روز چند روز مونده به محرم میرفتیم حسینیه توی مشهد، چه مرتضی یا حسینیه، خیلی معروف، خیلی قدیمی هست اونجا، بزن رو خوب داره، اصلا یک بعد بروبیایی داره، یعنی بزن رو خوب، ببخشید ناراحتی پیش نیاد. بله خودم یادمه بابا، میخواستم دانیال جان بگم که منم همشهری تو هم داداش، ما هم مشهدی رفتیم. مدنی ها نمیگی، مدنه آره خیلی مشهدی ها متعصب هستن و دعا میکنیم که اون تعصب ها رو بذارن کنار، قلباشون رو باز کنن. امشب دانیال براتون پیغام داره. همشهری های عزیز، مشهدی های عزیز، بابا ول کنید این چیزا را، مذهب بل کنید. ما خودم هم مشهد بودم، خودم هم میرفتم هر هفته حرم، این کارا، مسجد برو، هیئت برو، بابا اینا همش دم و دستگاه بود که درست کرده بودم سر مور کلا بذارم، مور از خدای اصلی دور بکنن. حواستون بشه، داریم هر قدمی که برمی داریم، هر نفسی که داریم میکشیم، داریم نزدیک میشیم به آخر عمرمون. شاید امروز یا فردا آخرین لحظه‌مون بشه، پس امروز این پیغام رو بشنو از این داداشمون. داداش دانیال امروز آمده داره پیغام به شما میده که قلبت وا کن. چطور خدا آمد تو قلبمون مور عوض کرد؟ تو رو نمیتونه عوض کنه؟ یعنی تو رو نمیتونه؟ چرا میتونه؟ داداش دانیال بگو بقیه شه. نگاه بکنید، همونجوری که گفتی شما هفته یه بار میرفتی، ولی من چون گفتم یه خانواده ای داشت که من حداقل 4 تا از شوهرم، ما 8 تا عمه دارم، 4 تاشون ملان، یعنی عمامه دارن، از به حال توی ارگان دولتی اینا چیزا مشغولن. تا این حد ما، من باید هر روز حرم امام رضا رو میرفتم. اگر روز من اون روز هم حرم رو نمیرفتم، روز مناسبی برای من نبود، احساس گناه میکردم و اینجور بار اومده بودیم. طبیعتا خب مشهدی ها میدونن دیگه، از هم رد میشیم بعد احترام بزنیم، زیاد سلام بدیم به آقای امام رضا. جالبش اینجا بود که من وقتی که میرفتم حرم، به قدری واقعا با همه وجودم، نگاه بکنید، خواهشن دقت بکنید، من مذهب رو اینجوری نبودم، خب حالا یه نمازی هم میخونیم، حالا یه روزه هم میگیریم، حالا یک مشروبی هم شد میخوریم، حالا یه رقصی هم شد میزنیم. نه عزیز من نه رقصی داشتم، نه آوازی داشتم، نه هیچی، فقط به فقط به پایبند معتقدات دینی خودم بودم. من کسی بودم که عشقم بود که ببینم آیت الله بهجت چی میگه، میدونی؟ عشق این بود که اون چشم معنوی من باز بشه. عشق این بود که، ترسم این بود که اگه موقع آیت الله بهجت میاد حرم آقای امام رضا به زیارت، اون چشم معنویش بازه، منو نمیدونم چی میبینه، گرگ میبینه، سگ میبینه، چه حیوانی میبینه، و من از این میترسیدم که همیشه درست رفتار بکنم. و آیه داریم در قرآن در رابطه با سگ از خواب کف، و کلبهم باسط ذراعیه بالوسیط. من عمدن اینا رو اینجوری اعلام میکنم که اون دوستانی رو که یه موقعی شاید شک داشته باشن که من اینا رو بلد هستم یا نیستم، باورشون بشه که حتی تا چه حد واقعا ما مقید بودیم. چرا این آیه رو خوندم؟ معنیش اینه که وسط از خواب کف دست خودش رو این چنین جلوی غار دراز کرده بود و خوابیده بود. باور من و اعتقاد من تا این حد، میرفتم بالا سر امام رضا، کسی که رفتم میبینم خب جای از وای میسن رو سنگ ها دراز میکشتم اینجور،
و زار زار گریه می کردم، این ور صورتم اون ور صورتم، اینا همه لیچ گریه می شد، خیس گریه که آقا کمکم کن، آقا منو نجات بده، آقا نشه که من دور بیفتم از شما، آقا نشه که من جوری برم. و اینقدر واقعا دوست داشتم که حقیقت رو پیدا بکنم. موقعی که بقیه می رفتن دنبال خیلی کاراشون، من همیشه تو حرم بودم. سوم راهنامه من که تمام شد، پدر گفت که بیا از بعد از سوم راهنامه به جای اول دبیرستان برو درس حوزه بخون که بشی سرباز آقا امام زمان، که وقتی که آقا امام زمان تشریف آوردن، ظهور کردن، منجی عالم بشریت، شما جزو کسانی باشی که در رکاب آقا امام زمان به عنوان اولین سربازهایشون چکار کنی؟ خدمت کنی. منی که از بچگی از 5 سالگی یادم، هر روز جمعه دارم میرم دعای ندبه، هر روز جمعه میگیم شاید این جمعه بیاید شاید، طبیعتا عاشق این با تمام وجود دوست داشتم برم. اما یه لحظه به بابا گفتم بابا خب اوکی من میرم آخو، ولی جوون این دور زمونه یه ملایی که مثلا بگه سوم ابتدایی درس خونده تا یک ملایی که بگن دیپلم داره فوق دیپلم داره، یه مقداری به دیپلمی فوق دیپلمی بیشتر میگن این شاید فهمیده باشه، بذار من دیپلم رو بگیرم درسمو بخونم بعدم بیام. از بابا اصرار، از من انکار، هی من میخواستم ثابت بکنم من دیپلم بگیرم بعدم، بابا هم گفت نه از الان بیا برو. تا اینکه گفت ایشونی که من اسم میخوام ببرم دیگه فوت کرده، شیخ جعفر طباطبایی، البته هم چه اسمه اونقدر زیاد داریم که نمیتونیم بفهمیم، پامنبری کسی بود که من از بچگی پامنبریشون بزرگ شدم به عنوان سرباز آقا امام زمان و سید حضرت زهرا، قبولش داشتم. ایشون هرچی میگفت تمام بود، یعنی آقا امام زمان در حضور من نشسته گفته تو این کار رو بکن پسر. به در من اینو باعث شد که من باعث شد یعنی دیگه بگم اوکی تسلیم شدم، رفتم درس و حوزه رو شروع بکنم، که آقا سید جعفر گفته که از هر 10 نفری که میان میگم میخوایم بریم سرباز امام زمان بشیم چی تصمیمی دارن، خب سوم راهنما میگن تصمیم میگیریم، ولی میگن بریم دیپلم بگیریم بیان، یک نفر به پای عهد خودش با آقا امام زمان میمونه. من به خاطر عشقی که با آقا امام زمان داشتم، من مدّاه که هر محرم سفر حسینی هم ترک نمیشه، که هر روز عاشورا و تاسوعا صورتم رو گل بمالم به سرم بزنم و مدعی بکنم، به قدری با صدا بگم شب عاشورا است، امشب کربلا قوقا است، امشب، و اون حسایی که حسین حسین، من عشق میکردم با این مدعی، با این صدای من، که وقتی که از بس که دور مجلس گرم کن من بودم داد میزدیم حسین بی سر، من داد میزدم اونو اون برم گفتم حسین، نه یک نفر، 10 نفر، نزدیک 300 400 نفری که همه دارن به سر میزنن، من تو سن و سال چه نفسی باید داشته باشم حسین دیگه صدا واسم شب نمیمون. عشق داشتم با همه وجود، دوست داشتم، خیلی خوشحالم بابت اون روزا، چون واقعا دوست داشتم و اون یک یگان خالق بشریت فهمید که این بشر دوست داره دنبالش میگرده نجاتم داد. حرف من اینه، من نمیگویم که شمع یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده این مردانه باش، اگر هرچی که هستی خواهشان درست باش، یه خدا که بیشتر نیست، خب اون خدای به جان خدا اینقدر قدرت داره که میتونه نجاتت بده، ولی یکی به تخت، یکی به نل، یکی به تخت نزن، هر چی کسی درست باش، به جان خودم نجاتت میده. اگر اینکه شاید فکر کنی من دارم اشتباه میگم، اوکی من اشتباه میگم، ولی با اونی که هستی درست باش. ولی اینم بهت بگم، تحقیق کن عزیز من، دهنبین نباش، شاید من اشتباه بگم، ولی کتابها، مقاله‌ها، شاید یک کتاب اشتباه بگه، ولی قانون داره. ما میام میگن آقا دون نمیدونم این تعریف شده اون تعریف شده، عزیز من رفتم درس حوزه خوندم 5 سال، قانون داره. اینی که یه چیزی بفهمی تحریف شده یا نشده قانون داره، قانونش هم اینه که نگاه بکنی به کتاب تاریخی، کتاب تاریخی که این تاریخ، اون مورخ، اون مورخ بی طرف یه چیزی رو همه نوشتن، وقتی که نگاه میکنی درصد زیاده پس درسته. من اینا رو رفتم تحقیق کردم و فهمیدم که کدومش درسته کدومش اشتباهی، در آینده میگم.
حالا من رفتم درس و حوزه رو به اجبار پدر، که اجباری که میگم اجباری که از سوم راهنمایی شروع کنم، رفتم خوندم درس و حوزه رو. خب 5 سال، 5 سال، 5 سالی که من داشتم درس میخوندم. چجوری درس خوندم؟ توی مشهد پای درس بهترین استاد ادبیات دنیا میرفتم، کسی که هر ساله به ایشون نامه مینویسه که تشریف بیارید دانشگاه الازهر مصر درس ادبیات بدید. من پیش این فرد بودم درس بخوندم، صرفم و نحوم و متول. متول یک کتاب به این بزرگی، به قدر این کتاب بزرگی که سخت همه بخونم، ولی من این کتاب رو هم خوندم. من تو همچین کتابای کاغذایی، همچین دفتره شبا که میشستیم توی مدرسه خودم حجره، همه شب جمعه میرفتن دنبال کیفشون، من به عشق آقا امامزام میشستم، اینقدر مینوشتم، اینقدر مینوشتم، حساب دو دو تا چهار تا این یا هست یا نیست، بعد یه چیزی دیگه به دست میادم پاک میکنم، بعد وقتا اینقدر مینوشتم کاغذ من سوراخ میشد. دنبالش بودم، عشق میکردم، نماز شبم رو ترک نمیکردم، نماز شبم رو میخوندم، دعاهامون رو میخوندم. حتی من به یه مرحله رسیده بودم که حالا اینم وسط چیز بشه، اونجا یه چیزی داریم برای کسانی که مفقود شده وسیلشون، در انگاری در وصف امیرالمومنین هم هست که میگه یا رد الشمس لعلی ابن ابی طالب رد علی زالتی، ای کسی که برای علی خورشید رو برگردوندی، گم شده منو برگردون. به قدری اطرافیای من به این موضوع نسبت به من که معنوی بودم اعتقاد داشتم، همیشه هر چیزشون گم میشد میگفتن تو بخون گم پیدا میشه. حتی آخرین سری هم آبجیم تلاش گم شد، من همین رو خوندم، دامادمون گفت پیدا کردیم، بعد یک هفته طلا پیدا شد. باورتون میشه؟ تو نمیدونم مثلا ریل در آسانسور. خب میخوام بگم اگر حقیقتا با همه قلبم دنبال خدا بودم، خدا با هم ملاقات میکنه. و من خواهشی که ازتون دارم، خدا رو شکر دانیال عزیز، پس تو خواستی، از خداوند خواستی، همون متی 7:7 گفتی خدایا میخوام تو رو پیدا کنم، از تو میخوام آمدید. که بیای خودتو به من مکشوف کنی، و خدا جواب دعاهای تو رو داد. عزیزان بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا دریافت بکنید. اگر که فقط نشستی همون کتابی که جلوی تو هست، فقط دنیای تو همینه، دنیا یه دنیای کوچولوی دور خودت ساختی، تا آخر عمرت به همین صورت در تاریکی خواهی بود. ولی اگر که دنبال تحقیق هستی، محقق هستی، میخوام خواهش کنم این دیوارا رو خراب کن، یه قدم بیا جلو، هیچ اتفاقی نمیفته. هم کاری که من کردم، دانیال کرد، منم سالهای سال دنبال درویشی دویدم، از این حرم به اون امامزاده، نمیدونم از این مداحی به اون مداحی، از این مسجد به اون حرم، از اون هیئت به اون هیئت، هی جامو عوض کردم و فکر میکردم که خدا تو یکی از اینا خلاصه یه جا پیدا میشه با من حرف میزنه، ولی همش خالی بود، پوچ پوچ. عزیزای من برید تحقیق کنید، برید مطالعه کنید، یکم فراتر قدم هاتون رو باز کنید، در یک مسیر هم قدم نذارید، برو کتابای دیگر رو بخون، برو مسائل دیگر رو، برو چیزهایی رو دنبال کن که فکر میکنی که اونها دروغ هست یا اشتباه هست. همونجور که به خورد ما میگفتن که مسیحیت اشتباه هست، کتاب انجیل دستکاری شده، و اینها چیزهایی بود که بل اشتباه اومده بود تو ذهن ما و به ما گفته بودن، ولی اجازم تحقیقم نمیدادن درباره خدا. اصلا اگه میرفتی تحقیق میکردی، از استادت میپرسیدی، از اون معلمت میپرسیدی، میگفت که لعنت و گناه هستش که تو داری درباره خدا تحقیق میکنی. مگه میشه درباره خدا آدم فکر بکنه؟ خدا مگه میتونه اینقدر بزرگه که خودشو به ما نشون بده؟ نه بابا، برو این چیزها رو فکر نکن، همینی که تو این کتاب نوشته شده همینو گوش کن و برو. دانیال رفت تحقیق کرد، از خدا خواست. امروز میخوام که خدا هم به شما این برکت رو بده، قلبهای شما رو آماده بکنه، که آماده باشه قلبهاتون تا خدا بیاد وارد قلبتون بشه. آمین. پس بریم با هم دیگه یک کلیپ کوتاه ببینیم و زودی برگرد. من فرزند خدا هستیم و باید به دنبال کار پدر باشیم. این اصلا طبیعیه که یک مسیحی، کسی که فرزند شده، کسی که برکت خدا رو، حضور خدا رو دریافت کرده و دل خدا رو که دل پر از محبته، طبیعی باید بستیم.
و دل ما برای گمشده ها نمی سوزه، باید برگردیم خودمون رو چک کنیم. آیا واقعا خدا رو میشناسیم؟ آیا واقعا او رو دوست داریم؟ آیا واقعا دل او رو به دست آوردیم؟ یکی از نشانه های سلامتی روحانی اینه که یک شخصی که این نجات رو گرفته به فکر دیگران هستش، خودش داره از خدا لذت میبره ولی به فکر دیگران نیست. این یک مریضی روحانیه. بشارت دادن، انتقال نجات برای یک مسیحی طبیعیه و باید طبیعی باشه وقتی دل خدا رو میگیریم. برای اون باقی مانده زندگیمون چه هدفی داره؟ آیا فقط باید یه زندگی کنیم نسبتاً آرومی تا منتظر شیم که برگرده؟ نه نه نه، کلام خدا اینو نمیگه. کلام خدا میگه وقتی نجات پیدا کردی تازه مأموریت تو شروع میشه، تازه فرزند خدا باید پدر رو خدمت کنی، باید نشون بدی پدر هستی. چجوری؟ ما اینو که گرفتیم به دنیایی که او رو نمیشناسه چطور این پیغام رو ما منتقل کنیم؟ نجات چیزیه که با هیچ چی نمیتونی بخری، از هر پول، مال، از هر مقامی، از هر چی که تو میتونی به یک انسان بدی نجات با ارزش تره. نجات رو گرفتیم، همه اینا باهاش میاد و حالا خدا میگه تو نجات رو به دیگران منتقل کن و همه اینایی که با نجات میاد به دیگران منتقل میشه، به دوستت، به فامیلت، به عزیزت، به دشمنت حتی. خدا میخواد عامل انتقال نجات باشه. اصلا کار ما، میگیم بشارت بده، کار ما اینه که خبر خوش به دیگران بدیم. آمین. خبر خوش رو باید انتقال داد، چون که این خبر خوش به قلب من اومد و من نجات رو دریافت کردم. امروز این خبر خوش برای تو عزیز برادر و خواهر، در هر سنی که هستی، در هر قومی که هستی، این خبر خوش برای تو هم هستش. خدا میخواد تو رو نجات بده. خدا نمیخواد که تو در تاریکی بمیری. خدا میخواد که تو در سلامتی و شادی وقتی که رخت از این دنیا بر میبندی و میری به آسمون در آغوش خداوند عیسی مسیح باشی. خداوند میخواد گناهای تو رو ببخشه. خداوند میخواد با تو ملاقات بکنه. خداوند میخواد شادی، آرامش رو در زندگی تو جاری بکنه. پس قلب خودت رو امروز باز کن. امروز قلب خودت رو بسپار به دست خداوند عیسی مسیح، همونجور که دانیال عزیز سپرد. امروز خداوند تو رو داره دعوت میکنه که دخترم، پسرم، من اومدم تا تو رو نجات بدم، اومدم تا دست تو رو از اون تاریکی ها بکشم بیرون، اومدم که قلب خودم رو تقدیم تو کنم. من رفتم روی صلیب، جان خودم رو برای تو دادم، خون خودم رو ریختم. آیا باور داری که من این خداوند هستم، این قدرت رو دارم که گناه تو رو ببخشم؟ در کدوم مذهب و دین و فلسفه تو میتونی پیدا بکنی که گناه‌های نبخشیده تو بخشیده بشه؟ هیچ کجا، هر دری رو که بزنی، هر مذهب و کتاب و قرآن و بودا و نمیدونم دین‌های دیگر رو تو بری سر بزنی، هیچ کجا ننوشته که تمام گناهان تو بخشیده بشه، بلکه فقط و فقط عیسی مسیح خداوند هستش که به قدرت خونش بر روی صلیب گناهان تو رو میتونه ببخشه، میتونه تو رو در آغوش بگیره، میتونه لباس سفید رو بر تن تو بکنه بدون هیچ لکه‌ای. عیسی مسیح امروز دستاش باز هست برای تو، فرزند خداوند. آمین. پس نگران نباش، نترس. این ماه، ماه بشارت هست، ماهی هست که خبر خوش رو باید به تک تک شما عزیزان برسونیم و اعلام بکنیم که خداوند نجات دهنده اومده روی زمین برای تو. میخوام یه آیه ای از فیلیپیان براتون بخونم. فیلیپیان فصل 4 آیه 6 براتون میخونم. میگه برای هیچ چیز نگران نباش عزیزم، دختر، پسر خداوند، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود رو به خدا ابراز کنید. امروز دعا کن، امروز از خدا بخوا، بگو خدایا من خیلی تنها، خیلی تنهای تنها هستم، هیچ کی دور و برم نیست. خدا میخوام تو رو پیدا بکنم. هر چی به من گفتن دروغ بوده. خدای واقعی رو نتونستم پیدا بکنم. میخوام که تو به من راه و نشون بدی. تو بیای وارد قلب و زندگی من بشی. پس خداوند قلبم باز هست. آماده هستم تا از تو بشنوم. این پیغام امروز برای تو بودا. بشنو. چون که خداوند امروز با تو ملاقات خواهد کرد و وارد زندگی تو خواهد شد. آمین. آمین. اما بقیه داستان زندگی دانیال عزیز رو میریم میشنویم که چی شد. دانیالی که این همه در مذهب بود، این همه میرفت حرم، دعا میکرد، کتاب میخوند مرتب و دوست داشت، عاشق، اینا همه این کارها رو داشت میکرد برای خداوند.
پس کجا میشه؟ چه اتفاقی میفته که خدای واقعی رو پیدا میکنه، اون گنج آسمانی رو پیدا میکنه و دعوتش میکنه به قلبش و امروز فرزند خداوند و شاهزاده خداوند شده؟ دانیالی عزیز بفرما، از شما بشنویم. برای اینکه موضوع رو یه مقداری شیرین ترش بکنم، حالا زیاد طولانیش هم نکنم، موضوعی پیش اومد. من اومدم استانبول و اون موقع یک عزیز دلی میام، زیاد طولانیش میکنم، موضوع خیلی طولانیه، وقت برنامه نمی گنجه، به من یک کتاب انجیل داد و اون کتاب انجیلی که داد خب طبیعتاً الان همرام نیست، من کتاب مقدس کلن همرامه، اما انجیل بشارتی کوچیکی که ایشون به من داد برای من خیلی خوشحال کننده بود. گفتم آخ جان، کتابی رو پیدا کردم که توی این کتابه عیسی گفته بعد از من محمد میاد. اما من شنیده بودم که یه سری شیعه های اثناعشری که دنیا به خاطر اونا خلق شده و جاشون بهشته، شیعه های علی، میرن به خاطر آمریکا و اروپا پناهنده میشن. با خودم اون موقع با اون دیدگاه و مدل صحبت های خودم با خودم گفتم ای چه آدم های هستید شما که به خاطر این که مثلا حالا یه پناهنده بشید و برید آمریکا و اروپا دینتون رو میفروشید، علی رو میفروشید؟ آخه ارزش داره یک آمریکا رفتن و اروپا رفتن؟ آقا تو انجیل خودت عیسی گفته بعد از من محمد میاد، من سرباز امام زمانم، من پشت سر اقای امام زمان نماز میخونم، عیسی شما میاد پشت سر امام زمان من اقتدا میکنه، با چه روی میخوایم برین شماها؟ دینتون رو فروختین به خاطر حال یک آمریکا اروپا که من برم تو اون چیز کلیسا؟ این کسانی که از دین به در شدن و مرتد شدن و حقشون اینی که بکشیشون، حالا من حداقل دو مرتبه کمکشون بکنم شاید بتونم برگردم و یک ثواب دیگه شاملش بشه، شامل حالم بشه. ما رفتیم داخل کلیسا، دعوتمون کردن بیا کلیسا و رفتیم کلیسا. خب گفتیم خداوند رو دارم پرستش میکنم دیگه، حالا شما حساب بکن من چجور خدای رو پرستش چجوری پرستش میکردم. گفتم پدر من میگفت یک صدای آهنگ هم گناه هست در نظر خداوند. من به مرزی که باشندم پیانو و گیتار رو اصلا یه وضعی، مگه خدا همچین شخصیت مقدس پاک منزه می شود با ساز و دهل خداوند را پرستی؟ ای گناهکاران شما چقدر وضعتون خرابه، ما ویلا چقدر من بچه مسلمون شیعه علی خدا دوستم داشته چقدر اینجا واسه من کار ریخته که اینا رو نجات بدم. خلاصه رفتم نشستم مثل بچه مظلومه یک کناری و با همین دیدگاهی که خب حالا من اینا رو چیزشون میکنم محکومشون میکنم گوش دادیم. جلسه تموم شد، حالا اینا که هیچی، هیچ کدوم حالا حجاب ندارن که هیچی، زنانت دارن هم دیگه رو بغل میکنن نامحرم. خدایا من اینو کجای دلم بذارم؟ آخه شما با خاطری که هم دیگه راحت بغل بکنید اومدین رفتین دینتونم دادید، اصلا چه وردشه؟ آقا من گفتم یا خدا اینا هزاران هزار کار دارن، اصلا موزیک که میزنید، حجابم که ندارید، بعد همدیگرم بغل میکنید، برادر من خوبه، خدا بهت برکت بده، برکت بده. بگم چه برکتی بخوره تو سرتون؟ کدوم برکت؟ این که همه لعنته، لعنت خدا با شما. ولی خب در حال یه وظیفه ای رو به گردن خودم میدونستم که من باید یه جایی رو پیدا بکنم تو اون انجیله که عیسی گفته بعد من محمد میاد. خب من به حال پیداش بود. ما که هرچی گشتیم حالا اونو که پیدا نکردیم، همچی جمله اینا محمدی بیاد نه شبه محمدی بیاد اینا ها نه بگه ایست، بله حالا کاری نداریم اون لحظه. آقا ما یه چیز عجیبی دیدیم اونجا که عیسی بالای نمیدونم صلیب اون وضع که نمیدونم حالا کلن به قول عامیانه خودمون تیکه پارش کردن،
رو حالت دستی میگه خدایا اینا رو ببخش، نمیفهمن. میدونم که الان همه میگید نه آقا تحریف شده، اوکی منم همین فکر رو میکردم که تحریف شده انجیل، اما میخوام یه چیزی بگم قربون شکلت بشم، یه چیزی اینجا هست که اگه به کارش بندازی یه چیزایی واسه باز میشه اگه بری کتاب بخونی. خب اگه بری یک مقداری برای خودت، بابا برای خودت دلت بسوزه. خدا وکیلی منی که توی میگم شیعه علی هستم، محمد اون روز دست علی رو قدیر خون بلند کرد، میگه الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. همینا رو کار ندارم. کلمه اکملت میدونی یعنی چی؟ یعنی کاملتر کردم، یعنی یه چیزی کامل بود ولی من کاملترش کردم، بهترش کردم، خوشگلترش کردم. منی که شیعه علی بودم، علی به حسن میگه حسن اگر من به ضرب ابن ملجم مردم با همون یه ضربه بزنی بکشی شا، نمیگه ببخشی. اوکی تازه علی وقتی که مرد از وقتی که ضربه خورد در 19 رمضان تا 21 که شهید میشه، 3 روز تفلان کوفه میان بهش شیر میدن، حسن بالا سرشه، حسین بالا سرشه، بچه ها خانواده بالا سرشن، در تخت بیماری قشنگ محترمانه. اما عیسی رو تو چی مرحله کشتن؟ لخت مادرزاد، تصور بکن جون من، از صورت تا پا پشت هیچ جای سالمی واسه این شخصیت نمونده. خب این بالای صلیب، آقا من تو انجیل کار ندارم، تو تاریخ هم گفته، برید بخونید، من خوندم، برید بخونید، تو تاریخ گفته، بهتون گفتم فصل اول اگه یه چیزی میبینی تحریف شده برو نگاه کن، تاریخ رو بخون. تاریخ اگه چند نفر دارم میگن درسته، تاریخ نویسای خیلی 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 زیادی که اصلا مسیحی نبودن، عیسی رو نمیشناختن، تو اون روز خاصی بوده، آدمای زیادی بودن نوشتن که عیسی اون بالا گفت خدای ببخش. عزیز من، تویی که شیعه علی هستی، تماما با خدا هستی، میگی جای من بهشته، جای من پیش علی هست، خدا وکیلی یکی بزنم تو گوشه چه کار میکنی؟ دوتا بزنم چه کار میکنی؟ سه تا بزنم چه کار میکنی؟ خش بندازم رو صورتت چه کار میکنی؟ اون موقع به من میگی خدا ببخشش؟ یا نه ببخشید پوش زیر و زبر آدم رو ردیف میکنی؟ میخوام بگم هر کس یک ناحیه صبری داره. اونایی که به شما گفتن عیسی رفت هوا به جاش یهودای اسخریوتی رو تسیز کردن، خدا وکیلی یهودای اسخریوتی مثل من و توه. عیسی خدایی که اومده مثل من و تو لباس پوشیده، اون خدایی که لباس پوشیده، خدایی که اومده مثل من و تو شده، شاید بتونی این همه زجر رو تحمل بکنه، بگه اینا رو ببخش. ولی یهودای اسخریوتی که مثل من و تو ضعیفه، خدا وکیلی چجوری میتونه بگه خدا اینا رو ببخش؟ اینا نمیفهمن که بعدش تعریف شده. آره عیسی رفت هوا، یهوده اسخریوتی بهش گفت ما بهت پول میدیم، تو بیا بگو بالای عیسی که خدایا اینا رو ببخش، نمیفهمن که مثلا مسیح چیز بشه. آخه یه منطقی داریم، یه چیزی داریم. اینها واسه من عجیب بود، اینها من ذهن منو درگیر کرده بود که خدا وکیلی علی اونجوری داره میگه بکشین، داره میگه آقا جون منو ببخش. اوکی گذاشتم یه سری چیزای دیگه. ما الان تو اسلام داریم میگیم چش در قبال چش، قصاص داریم. اینجا میگه یکی زد تو گوشت، اون صورت دیگه به یکی قبات گرفت بذار بره، یکی پول تو خورد برکن درگی نشه، هی میگه کوتاه بیا، هی میگه رعوفی، هی میگه مهربان شدن، نمیگه که سواری بده. مهربون باشید به هم دیگه، منطقی رفتار. حالا کاری ندارم اون مثلا، اینا همه واقعا زیباست، منم واسه خودم خیلی سوالا بود، هی گذشت گذشت و نمیتونستم حلش بکنم. چیزایی که احادیثی که از علی و حسن و حسین و تقی و سجاد و باقر و موسی و همه اینها داشتم، 12 امام داشتم، اصول کافی، فروع کافی، من لا یحضر الفقیه، کتاب المغنه، همه اینها رو میخوندم روی یک کنار، چیزه که از انجیل یه ذره کتاب دارم میخونم، هی داره باوره منو به هم میریزه. من نمیتونستم باور کنم، یعنی منی که شیعه بودم، عشق اول فرد، عشق دست بریده آقا اول فرد، عشق شش گوشه امام حسین، جونم رو میدادم واسه اینا، اشکم میومد روز عاشورا، نمیتونستم و میگفتم خدای به حال یه خدایی، من اینو میدونم یه خدایی، دوتا نیستی، نجاتم بده، خواهشم. و من افتادم دو مرتبه دنبال نوشتن، دنبالش بودم. یه روز یک عزیزی به من گفت پروتستان یا نمیدونم کاتولیک، من نمیدونستم چی بود، گفتم پروتستانم چون شنیده بودم، گفتم پروتستانم.
خب نگاه بکن، یک سمیناری هست، تو اون سمیناره کشیشای میان از کشورهای دیگه، از آمریکا. اتفاقا یه کشیش آمریکایی ایرانی هم هست، یعنی فارسی صحبت می‌کنه. آخ جان گیر آوردم، دقیقاً چیزی که میخوام. رفتیم تو سمینار، حالا کار نداریم، یه سیزی اونجا درازکش هم بودم، خدای چی داره میشه و فلان. اون موقع نمیفهمیدم چی به چیه، تا اینکه من منتظر بودم کشیش آمریکایی رو پیداش بکنم. آخر جلسه اومد، روز اول سمینار آخر جلسه کشیش اومد، خودتو معرفی کرد و گفتش که عزیزان، من میخوام در رابطه با مسیحیت هر آنچه که نیاز هست رو در قالب 10 روز به شما بگم. گفتم آخ جان که پیدا کردم همون چیزی که میخواستم، اینجا میتونم به هدفم برسم. این حداقل بگه من میتونم محکوم بکنم اینایی که واقعا دارن به خاطر یک آمریکا اروپا رفتن دارن مسیح میشن. کار داشتم، کارم گذاشتم، موقع توی استانبول کنار گذاشتم، اومدم چیز کردم، رفتم سر و کلاس. از صبح تا شب سر اون درس بودم، صبح تا شب، صبحانه، حتی انقدر صمیمی شده بودم با اونا، میرفتم صبحانه میخوردم، نهارم با اونا میخوردم، شامم رو با اونا میخوردم، فقط میخواستم یاد بگیرم. نگاه کنی یک همچی چیزی، یک دفتر به این مقدار، بعد از 10 روز نگاه کردم من 250 صفحه همچین کتابی رو نوشته بودم. دانیال صبر کن، 250 صفحه نوشتی، روزی 25 صفحه میشه. خدا رو شکر برات. میخوام یک کلیپ خیلی عالی رو ببینیم برای این ماه بشارت. میخوام حرف تو همینجا نگه داری، این کلیپ زیبا رو ببینیم. عزیزان تلفن ها از این به بعد باز هستش که شما میتونید تماس مستقیم داشته باشید با کلیسای هفت، شبکه هفت. این کلیپ رو ببینیم و بعد برگردیم قسمت خوشمزه دانیال که داره تعریف میکنه که 10 روز نوشت و حالا چه اتفاقی داره میافته. بله تو عزیزی که همین الان احساس میکنی به آخر خط رسیدی، این لحظه میتونه شروعی تازه برای تو باشه. با ما تماس بگیرید، خادمین ما آماده پاسخگویی، دعا و مشورت با شما هستند. شما تنها نیستید، شبکه هفت با شماست. خدا رو شکر شبکه هفت با شما هستش. از 6:30 صبح تا 6:30 عصر به وقت ایران میتونید تماس بگیرید. این تصویر رو اگر که اتاق فرمان یه بار دیگه بندازه بالا که عزیزان شماره تلفن رو یادداشت کنن، این شماره به صورت رایگان هست، حتما زنگ بزنید. عزیزان ادمین ها شما رو پاسخگو خواهند بود. اگر که درخواست دعا دارید، درخواست کتاب دارید، هر درخواستی میخواید ثبت نام کنید در دانشگاه یا کلیسای آنلاین، ما شما رو کمک میکنیم تا با امید خدا بتونیم شما عزیزان رو خدمت کنیم. خب بریم قسمت پایانی شهادت دانیال عزیز. 10 روز رفته تو کنفرانس نشسته، تمام مطالب رو نوشته، روزی 25 صفحه، 250 صفحه نوشته. حالا میخواد با این اطلاعات کسب شده بر علیه خود مسیحی‌ها استفاده بکنه، ولی میبینیم که انقلابی در قلب و درون خودش رخ میده. دانیال جان بگو. ممنونم خداوند رو بسیار 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 بی نهایت و بی کران به بی کرانی خودش سپاس گذارم. بذارید اینجوری بگم، من یک روز ایران که بودم، موقعی که درس حوزه میخوندم، ما شیعه بودیم دیگه، شیعه اثناعشری بودیم که شیعه افتخارش اینه که صیغه انجام بده، یعنی عقد موقت انجام بده، که الان هم چند سالی هست گرمش رو تو ایران زیاد کردن. من یادم نمیاد که پدر یک روزی از دوستاش، خب ما افتخارمون این بود که یکی از سنت‌های ما، یکی از وظایف دینی ما، همونجور که نماز رو باید بخونیم، نمازهای واجب بخونیم، نافله رو باید بخونیم، یک شیعه حتما حتما باید چی داشته باشه؟ صیغه داشته باشه، چه زن چه مرد. حتی عزیزانی بودن، خانم هایی بودن که اون موقع یادم هم گفتش من تا به الان 999 مرتبه مثلا عقد موقت آقایون شدم، شیعه ها شدم. خب یه روز میخوام باورها رو بگم از کجا من اومدم، همینجور یهویی نشد. یه روز دوست پدر منو صدا زد و گفت که من
آقا محمد جواد چیز شده، ما یک خانمی هست از به حال عزیزان که خب در این راه دارن خدمت میکنن و من قبل از شما عقد بنده بودم، تایم عقدشون تموم شده و شما میتونید برید ایشون رو عقد بکنید و ما هم رفتیم خیلی راحت این رو عقد کردیم و تایم موقت و این جزء افتخارات ما بود. از این مسائل افتخار میکردیم که چه کسی بیشتر این کار رو بکنه و اون دوستمون داخل خونه خودش که همسرش بود و خانوادش بود، اصلا یک طبقهش مخصوص این خدمات بود که افتخارش بود که از این خدمات ها به شیعه ها بده. خب اینا هست از یادم بیرم. خب بعد از اینم پدر وقتی که اون چیزی که باب هست بیرم بهش میگن شیعه اصولی، بعد از این پدر کلن فرقش عوض شد، شد چی؟ شد به اصطلاح شیخیه، فرقه شیخیه. فرقه شیخیه کسانی هستن به مراتب سفت و سخت‌تر، به مراتب مقیدتر، بالا سر از بالا سر حضرت امام رضا وارد شدن اشتباهه، بعد حتما از پایین پاش وارد بشی، خانما حتما باید پوشیه داشته باشن اینجوری، آقایون حتما باید قبای بلند داشته باشن و و و خیلی مسئله. وقتی قرآن میخونی به مرحله میرسی که میگه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل فلان فلان، بعد از قل تو بعد دو مرتبه بگی، یعنی وقتی که میگی قل یا ایها الکافرون بعدش بعد یا ایها الکافرون، اعوذ بالله نباید همینجوری معمولی بگی، بعد بگی اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. وقتی که میری نماز میخونی، نماز چیزتو میخونی، واجبتو میخونی، بلافاصله بعد نافله رو بخونی و و و و و اینا همه رو من بعد از پدر به اطاعت و احترام پدر انجام دادم، مقید بودم. هر روز تو اون حسینیه شیخی ما کتابها رو میخونیم، کاملا مقید بودم، خیلی مورد احترام. و من با همچی دیدگاه اون انجیل دستم رسید، اومدم 250 صفحه نوشتم، منی که مداح بودم، منی که صدام میرفت واسه امام حسین، حسین حسین، عشق و گریه و اینها جز افتخارات من بود، همه به من افتخار میکرد آقا شما بیا آقا جلیلی واسه ما مدعی بکن. 250 صفحه نوشتم که برم ثابت بکنم علی و مذهب اثناعشری امیر المومنین، علی علیه السلام مذهب حق است، مذهب ناجی است، اما نمیدونم چی شد. بعد از 10 روز دیدم که نمیدونم کی، چه ساعتی تو اون روزها، چه روزی از اون روزها، با همه وجودم قلبم رو دادم به عیسی مسیح. خودم نفهمیدم، خودم که رفته بودم مخالفت بکنم، ردش بکنم، دیدم به قوت زبانها دارم دعا میکنم، دیدم روح خداوند به معنی واقعی وجود منو گرفته، دیدم اون کسی که شبای قدر میشینه اون دعای طولانی رو میخونه، جوشن کبیر رو میخوندم، من مدعی میکردم من خودم جوشن کبیر رو از اول تا آخر تو مجالس میخوندم، منی که اون علاقم بود، انتل عبد انل معبود، تو پروردگار منی، من بندتم. ولی الان میدونی دارم چی بهش میگفتم؟ میگفتم پدر ای من شدم پسرت. اون موقع در بند بودم، میترسیدم، مثل ابر بهاری شب جمعه دعای کمیل میخوندم که ببخش منو. اما چی شد؟ اومدم میگم خوشحالم، دارم عشق میکنم، به خاطر من اومدی جز پوشیدی، به خاطر من گناه من رو تو به دوش کشیدی و من دیگه الان نمیگم به عبدتم، میگم فرزندتم، میگم فرزندتم. نگاه کن، من با چشم دشمنی اومدم وارد شدم، با چشم دشمنی 10 روز نشستم، 250 صفحه نوشتم، 250 صفحه، اما خودش کار کرد، همون خدایی که با همه وجود بهش اعتقاد داشتم. شاید خیلیاتون میدونم ها، شاید نه، هستن کسایی که چیز بکنن، یه چیزایی بگن، دوست دارم، با همه وجود دوست دارم. منی که غیر از یک شیعه اثناعشری به همه دنیا مشکل داشتم، میگفتم کسی که ولایت آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب حیدر کرار رو نداشته باشه جاش تو جهنمه، اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب، این عشق من بود.
خدا رو شکر میکنم واسه اون روزا، چون با همه وجود دوستش داشتم. من نمیدونم چی رو دوست داری، ولی هر چی رو دوست داری یه خدا بیشتر نیست، یه قدرت مطلقه بیشتر نیست. من نمیگویم شمع یا پروانه باش چون به فکر سوختن افتاده ای، مردانه باش. اگه میخوای حقیقت رو پیدا بکنی به اون قوته با همه وجودت بخواه. باید ملاقات میکنه اون شخصیه که نمیتونی منکر بشی ها. اگه میخوای آدم رو منکر بشی، این دنیا رو نمیتونی منکر بشی. خب علم هم بخوای ثابت بکنی، علم به این مرحله یه قدرتی هست که ما نمیتونیم بهش برسیم. به اون قدرت با همه وجود خودت رو تسلیمش بکن. به جان خودم من انقدر راحتم الان، چون میدونی فرزندشم، اون پدر منه، بهش میگم پدر، عشق میکنم، حال میکنم، آزادم، دیگه ترس از اینی که گذشتم گناهکار بودم میرم جهنم ندارم، ترس از آیندم که کی میخواد منو کمکم بکنه ندارم. من در حال در الان با همه وجودم خوشحال. خدایا شکرت که تو پدر منی، تو شاه شاهانی، تو رب الاربابی و من فرزند تو هم. من شاهزاده هم. میدونی شاهزاده یعنی چی؟ یعنی کل قوت مملکت و پادشاهی دست پدرشه. اینم میشینه کنار پدرش با همه قوت میگه پدر هرچی که تو بگی حال عشقه. این مستیه، اینه که میگه مستم از حضور تو و واقعا مستم. نمیدونم با چه زبونی بهت بگم، اون کسی که کون و مکان و زیر و زبر و هفت آسمان و هفت کره خاکی و هفت زمین و کائنات و کهکشان و همه اینها رو خلق کرده، منو خلق کرد که بتونم مثل اون حکم فرمایی بکنم. اومد به خاطر من روی زمین، روی صلیب، گناهی که پدر من آدم کرده بود یک مرتبه یکی گناه کرد، به اون اومد برای من، برای همیشه، برای هممون رفت روی صلیب و ما الان میتونیم خیلی راحت مستقیم حرف بزنیم. عزیز من واسطه نیاز نداره، این پدر واسطه نیاز نداره، اینقدر گوش شنوا هست، اینقدر صداش رسا هست که باهات بتونه الان حرف بزنه و تو بشنوی. یه چیز نیاز داره، بخواه. نمیگه که برو واسطه واسه من بیار، میگه من خودم با تو مستقیم میتونم حرف بزنم، قدرت رو دارم و تو هم مستقیم میتونی حرف منو بشنوی، این قدرت رو بهت دادم، بخواه از من، منی که خالق این آسمان و زمینم بهت میدم. خدا رو شکر میکنم واسه امشب، خدا رو شکر میکنم واسه همتون و خدا رو شکر میکنم برای ملاقات هایی که خداوند باهاتون انجام داده. خداوند وقتی که در یک بدنی، بهتون بگم خیلی جالبه، درسته عیسی گفته که بعد از من میاد روح قدوسم میاد و الان به نتیجه رسیدم، اتفاقا به جوابم رسیدم. اون عیسی گفت بعد از من، منی که جسم شدم نمیتونم با همتون باشم، اما از من خداوند روح، خداوند روح قدوس من اومده و با تک تک شما هست. 8 میلیارد انسانی که بودند و خواهند آمد و همه روح قدوس خداوند باهاتون هست. اگر بخوای همین الان اون روح قدوسی که امشب شاید داری حرفش رو میشنوی، اون روح قدوسی که من کثیف رو، منی که به همه زنا به این دید نگاه میکردم که اینو وثیقه بکنم، اونو وثیقه بکنم، کسی که شیعه علی نیستش این میره به جهنم، با همه دنیا مشکل داشتم، من کثیف رو، من پر کثافت رو پاکم کرد. به جرأت میگم پاکم به روح خداوند. روح قدوسش در من هست و روح قدوسش در شما هم خواهد بود. فقط بخواه. روحش باهاته. آمین. برکت خداوند در زندگیتون باشه، در قلبتون باشه، در فکرتون باشه، در چشمتون باشه، در ابزارتون باشه. آی از اون روزی که روح خداوند جلوتر از تو کار، اینقدر راحتی. فقط بگو روح خود با من باش،
منو رها نکن، کمکم کن تو زندگی، از تو خوبی ها رو میخوام. نگو چی نمیخوای، بگو چی میخوام، بهت میده، اومده که بهت بده. برای چی اومد رو زمین؟ خدا برای چی کس به منو پوشید؟ میخوام بهت بده، باور کن، به وقتش اینقدر شیرینه. شکر برای وجودتون، از راه دور روی تک تکتون رو میبوسم، دوستتون دارم و همیشه همون جوری که دیگر عزیزان خادم دعا کردن واسه شما، همیشه در دعا هستیم که ببینیمتون که نبینیمتون، جاتون در اینجاست، دوستتون داریم، چون شما فرزندای خدا هستید، دشمن خدا نیستید، هم کیش من فرزند خدایی مثل من، پادشاه زاده، عاشقتم، عاشق خودم. خدا رو شکر دانیال عزیز، اینقدر خوشمزه صحبت کردی، اینقدر پر از قوت روح خداوند صحبت کردی که اینجا و بچه های داخل استودیو همگی با خوشحالی بچه ها رو نشون، هللویا، شکر برای شما، خسته نباشید، همگی برات دعا کردن و با قوت طلبیدن. عزیزی که داری نگاه میکنی، اگر که میخوای قلب خودت رو به مسیح بدی، بگذار امروز مسیح بیاد در قلب تو و نجات رو دریافت بکنی. بگو مسیح بیا منو شفا بده، من گناهکار بودم، من میخوام شفا پیدا کنم، تو به خاطر من مردی روی صلیب و جان خودت رو برای من دادی و ایمان دارم که تو خداوند هستی، عیسی مسیح، و من رو به عنوان فرزند خدا قبول کن. آمین و آمین. همه شما عزیزان رو به خداوند میسپاریم، در پناه خداوند باشید. فیض مسیح با شما.